درود بر شما. در بیشتر دستگاه‌های صوتی و یا بلندگوها ما یک بلندگوی کوچیک رو هم می‌بینیم. غالباً به این بلندگوها تیوتر میگن. خب این برای چیه؟ این بلندگو برای تفکیک سیگنال صوتیه. من مدار اینو براتون رو کاغذ میکشم و به کمک فانکشن جنراتور عملاً کاربردمون رو بهتون نشون میدم. ولی نکته مهم وجود این خازن هستش. در این بلندگوی خازن وجود داره؟ این بلندگوی اصلیه، این تیوتره و این خازن هستش. برای شروع کار من به کمک فانکشن جنراتور یک سیگنال 500 هرتز سینوسی رو میخوام وارد این بلندگوها کنم. منفی رو متصل میکنم. شما به صدا توجه بفرمایید. حالا به این بلندگو، منفی به منفی، مثبت رو ابتدا اینجا میزنم، بعد از خازن. به صدا توجه بفرمایید. صدا داری. حالا روی خازن. صدایی وجود نداره. اول میخواییم ببینیم که این دوتا بلندگو چجوری به هم متصل شدن. این بلندگوی اوله که میشه این بلندگو. اینو ما به عنوان تیوتر میگیریم یا بلندگوی کوچیک داخلی. روش اتصال اینا به صورت موازیه. یعنی سیگنال منفی یا سیم منفی مستقیما میاد، وارد منفی میشه. سیم مثبت هم از اینجا میاد. اینجا رو نقطه چین میزنم، دلیلش رو براتون میگم. پس مثبت و منفی اینا مستقیما به هم وصله. ما به این روش میگیم موازی، با فرض بر این که در اینجا اتصال وجود داره. وقتی بلندگوها به صورت موازی به آمپلیفایر متصل بشن، به هر دوتا بلندگو یک ولتاژ یکسان اعمال میشه. جریان کلی بین اونها تقسیم میشه. این باعث میشه که هر دوتا بلندگو به صورت همزمان صدا تولید کنه. ما میدونیم صدایی که این بلندگو تولید میکنه با صدایی که این بلندگو تولید میکنه خیلی متفاوته. مثلا ما میگیم این بلندگو مید رنجه، یعنی در فرکانس میانه کار میکنه. با توجه به ابعاد و سایر ویژگی ها صدای این باید از این بهتر باشه. حالا اگر بیایم در اینجا یک خازن قرار بدیم، این خازن به صورت سری متصل شده. هر بلندگویی داره یک مقاومت. بهش میگیم R. این بلندگو هم داره یک مقاومت. خازن رو با C نشون میدیم. پس الان این خازن به صورت سری قرار گرفته و ما یک مدار RC داریم. ما میدونیم تو این حالت خازن نسبت به تغییرات سری ولتاژ، یعنی همون حالت متناوب، واکنش نشون میده. ولی در جریان DC مقاومت خیلی بالایی داره. پس تو این حالت وقتی خازن متصله، صدایی که ما از این دوتا بلندگوها میشنویم دیگه عادی نیست. دلیلش چیه؟ ما میدونیم خازن یک قطعیه که میتونه انرژی الکتریکی رو به صورت میدان الکتریکی ذخیره کنه. یکی از ویژگی های مهم خازن ریاکتنسه، همون راکتانس خازنی. راکتانس چیه؟ مقاومتی که در برابر عبور جریان متناوب نشون میده. خب این فرمول داره. ما میگیم XC برابر همون ریاکتنس یک تقسیم بر دو پی اف سی. راکتنس یا ریاکتنس واحدش اوم هست. اف فرکانسه، سی ظرفیت خازنه. من تو ویدیوهای قبلی این مفاهیم رو شرح دادم. شاید بعضی از دوستان ندیده باشن. در مورد سلف هم صحبت کردم. در صورت تمایل میتونید اون ویدیوها رو مشاهده بفرمایید. حالا چه چیزی در اینجا برای ما مهمه؟
ما میدونیم راکتانس خازنی مقاومتیه که خازن در برابر جریان متناوب از خودش نشون میده. واحد اونم اوهمه. خب همونطور که تو فرمول میبینید اگر ما فرکانس رو افزایش بدیم ریاکتانس خازنی کاهش پیدا میکنه، چون به صورت معکوسه. نکته دوم، اگر ظرفیت خازن هم افزایش پیدا کنه، پس اینجا رو میزنم C، اینجا رو میزنم F، فرکانس خازن، بازم همین اتفاق میفته. یعنی با افزایش ظرفیت خازن بازم XC کاهش پیدا میکنه. ظرفیت رو در ادامه براتون میگم. برای این فرمول یک نمودارم وجود داره، اینجا ریاکتنس و اینجا فرکانس. هر چقدر فرکانس افزایش پیدا کنه مقاومت خازن باید کاهش پیدا کنه، ولی نه به صورت خطی بلکه به صورت منحنی. ما وقتی میاییم این خازن رو در اینجا قرار میدیم، در واقع یه های پس فیلتر درست کردیم برای فرکانس های بالا که غالبا تو این ناحیه میشن. مقدار XC خیلی کمه، یعنی در واقع میشه اینجا این نقطه، بس XC اینجاست. تو این حالت خازن مثل یه تیک سیم میشه، پس سیگنالی که از اینجا داره میاد به راحتی از اینجا عبور میکنه، وارد این یکی بلنگو میشه. پس صدای دوتا بلنگو یا فرکانس هایی که این دوتا بلنگو دارن پخش میکنن یکسان میشه، چون دیگه در اینجا چیزی وجود نداره. این در فرکانس بالا هست، پس بلنگوی دوم که تیوتره همون فرکانس بلنگوی اول رو داره. حالا وقتی فرکانس پایین، فرض کنیم فرکانس در اینجاست، پس XC در اینجاست که گفتیم واحد اون اوم هستش. تو این حالت خازن مثل یک مقاومت میشه. اینجا مقدار XC خیلی بزرگه، مانع عبور سیگنال ها میشه، پس بلنگویی که این خازن بهش متصله فرکانس های پایین یا همون باس رو کمتر دریافت میکنه. پس ما اگه بتونیم مقدار این خازن رو درست محاسبه کنیم، میتونیم فرکانسی رو مشخص کنیم که بعد از اون سیگنال خیلی ضعیف بشه. ما به این فرکانس میگیم فرکانس قطع. خب این بلنگویی که خازن بهش متصل نیست فرکانس های پایین هم دریافت میکنه، اینجا به عنوان ووفر هستش. پس نقش فرکانس رو متوجه شدیم، ولی ظرفیت چی؟ طبق همین فرمول هر چقدر ظرفیت بره بالا، چون به صورت معکوسه XC باید کاهش پیدا کنه، پس ظرفیت میره بالا، XC یا O میاد پایین. ما قبلا گفتیم که ریاکتانس خازنی به عنوان مقاومت در برابر جریان متناوبه و با افزایش فرکانس هم کاهش پیدا میکنه، دقیقا طبق همین فرمول. پس اگر ظرفیت خازن رو افزایش بدیم فرکانس های پایین تر هم میتونن از خازن عبور کنن. محدوده فرکانسی که خازن به اون اجازه عبور میده بیشتر به سمت فرکانس های پایین میاد و خازن تو فرکانس های پایین مقاومت کمتری نشون میده. ولی یک موضوع دیگه هم هست. ما میدونیم این مدار RC. در مدارات RC ما چیزی داریم به اسم ثابت زمانی. ثابت زمانی نشون میده که خازن چقدر میتونه سریع شارژ یا دشارژ بشه. اگر این مقدار افزایش پیدا کنه خازن کنتر عمل میکنه، به خاطر همین به فرکانس های پایین تر هم اجازه عبور میده. خب حالا ثابت زمانی چیه؟ T همون ثابت زمانی برابر با مقاومت ضرب در خازن. واحد T ثانیه هست، واحد R اوهمه، خازن هم که فاراد هست. از همین فرمول مشخصه هر چقدر ظرفیت خازن بالا بره ثابت زمانی هم افزایش پیدا میکنه. هر چقدر ثابت زمانی بزرگتر باشه مدار کنتر به تغییرات پاسخ میده، البته برعکسش هم صادقه. پس در این فیلتر RC فرکانس قطع مستقیماً با ثابت زمانی در ارتباط. خب فرکانس قطع چی بود؟ فرکانسیه که تو اون خروجی فیلتر نصف مقدار ورودی هستش. حالا قرار دادن این خازن چه مزیت‌هایی داره؟
وقتی این خازن اینجا قرار میگیره، فرکانس ها تقسیم میشن. هر کدوم از این بلندگوها میتونه تو فرکانس خودش کار کنه، کارایی بهتری داشته باشه، عمر بلندگو هم طولانی تر میشه. پس وقتی ما فرکانس های بالا و پایین رو از هم تفکیک میکنیم، اعوجاج صوتی هم کمتر میشه، کیفیت کلی صدا هم بهتر میشه. ولی مقدار این خازن خیلی مهمه، نیاز به محاسبه داره و نوع بلندگو، مقاومت داخلی بلندگو یا سیمپیچ هم یکی از معیارهای بسیار مهمه، همین آری که در اینجا وجود داره. حالا من میخوام به کمک فانکشن جنراتور سیگنال مشخصی رو وارد این بلندگو کنم تا ببینیم که تو فرکانس خاص آیا این بلندگو صدا میده یا نه. حالا میخوام فرکانس رو به این دوتا بلندگو اعمال کنم. روی این بلندگو یک خازن وجود داره. فانکشن جنراتور روی 500 هرتز موج سینوسی 5 ولت. اول این بلندگو رو امتحان کنیم. پس این بلندگو داره صدا رو پخش میکنه. حالا اگر من فرکانس رو وارد همین بلندگو کنم در مسیر خازن، ببینیم چه اتفاقی میافته. هیچ صدایی رو نمیشنویم روی 500 هرتز. یعنی فرکانس های پایین رو خازن اجازه عبور نداده. حالا میخوام فرکانس رو بالا ببرم. یک و نیم کیلو هرتز، دو، سه. به صدا توجه بفرمایید. دوباره فرکانس رو کاهش میدم. دو، یک، 500 هرتز. هیچ صدایی وجود نداره. آرامی افزایش میدم روی 500 هرتز، 600، 700، 800، 900، 1 کیلو هرتز. صدای ضعیفی شنیده میشه. دو برابر میکنم. حالا ولتاژ رو افزایش میدم تا صدا بیشتر بشه. خب همونطور که مشاهده کردین، وجود این خازن باعث میشه که فرکانس های پایین عبور نکنه. پس این بلندگوی کوچک فقط صداهای فرکانس بالا رو پخش میکنه، در حالی که این بلندگو تمامی فرکانسایی که بهش برسه پخش میشه. به خاطر همین وجود خازن برای تفکیک صدا و کیفیت صدا روی تیوترها لازمه. مقدار این خازن باید محاسبه بشه. هر چقدر ظرفیت این خازن رو بالا ببرید، فرکانس‌های بیشتری در این بلندگو شنیده میشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.